بسم الله الرحمن الرحیم انگار که روز دلخواه رسید نور از پس تاریکی شبانگاه رسید برخیز و بخند و زندگی کن و عشق روز دیگری دوباره از راه رسید سلام و درود تقدیم شما بینندگان عالی قدر. همراهان همیشگی برنامه روشنا امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشین قلبتان آکنده از مهر و لبتان پر از لبخند باشه انشاءالله امروز در برنامه روشنا با شما هستیم و امیدواریم ما را همراهی کنید به خصوص اگر شما جزء پدر و مادرهایی هستید که احساس میکنین تربیت فرزند شما از دست شما رفته و دیگه او کنترلی که باید را روی تربیت اولادایتان ندارین و احساس میکنین که بیشتر از این که فرزند شما حرف بذیری و گپشنوی از شما داشت داشته باشه از دوستا و همسن و سالش داره براتان جالب شاید باشه که بگم طبق پژوهش ها نشان میده که همچنان ریش دست پدر مادرهاست مادر هاست و مهمترین عامل در تربیت فرزندان پدر مادرها مادر ها هستن اما این که چطور شد که احساس کردیم کنترلی را که باید روی تربیت فرزند نداره برمیگرده به موضوع به نام هوش اخلاقی که امروز راجع به او در برنامه صحبت می همراه با کارشناس محترم برنامه خانم حفیزی سلام خانم حفیزی خوش آمدیم به برنامه و در خدمتان هستیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان خوب ای برنامه سلامت باشه در خدمت شما هستم سلامت و تشکر و خیر مقدم میگیم از حضور م. گرمتان در برنامه امروز روشنا هم همفیزی قرار است امروز در برنامه راجع به هوش اخلاقی صحبت کنیم یک موضوعی که فکر میکنم شاید جدید باشه و کمتر کسی به گوشش خورده باشه که هوش اخلاقی در ابتدا یک تعریف بر ما داشته باشید و بگین که هوش اخلاقی چی هست اه، مسئله هوش اخلاقی یا تربیت اخلاقی یک بحثی است که برای گروه ها و طیف های مختلف آدم ها میتونه مفید و مؤثر باشه و کارایی داشته باشه در زندگی اینا مشخصا دو گروه از انسان ها هستند که این بحث بیشترین کاربرد و استفاده برای از اونا داره در درجه اول والدین محترم در درجه دوم مربیان و متولیان امر فرهنگ در جامعه والدین بنا به احساس مسئولیتی که در قبال فرزندان بر دوش خود احساس میکنند خب حساس هستند نسبت به اینکه فرزند چه پوششی داشته باشه نسبت به آراستگی ظاهری او حساس هستند در کناری که حساسن به وضع ظاهر فرزند خو اهمیت قائل میشن به تقویت و رشد بعد ذهنی و مغزی فرزند خو علاوه بر این دو بود برای والدین خیلی مهم هست که تربیت اخلاقی فرزند پروسه تربیت اخلاقی به خوبی صورت بگیره مشخصه که ما اگه بخوایم ظاهر فرزند خود رو آراسته بکنیم کار خیلی سخت و پیچیده ای نیست یا ما با رعایت یک سری دستور ها میتونیم نه چندان سخت ما رشد ذهنی و مغزی فرزند خور سرعت ببخشیم اما بحث تربیت اخلاقی فرزندان یک پروسه و فرایندی هست که حساس و پرچالش و پیچیدگی داره به دلیل همین پیچیدگی بسیاری از مواقع والدین احساس سردرگمی کنند و شاید به خاطر این سردرگمی بعضن از خیر تربیت اخلاقی فرزند و جدی گرفتن این مقوله بگذارن و کلا قضیه رو واگذار بکنن به دست تقدیر مم. که تقدیر چه پیش آید در حالی که اگه توجه داشته باشیم به این نکته که فرایند رشد اخلاقی فرزند نقطه آغاز خاص داره یعنی اگر از او زمان مناسب بگذره ممکنه خصلت منفی خلقیات منفی در فرد به قدر ریشه بدوانه که در ادامه زندگی کار اصلاح و تغییر فرد هم برای خود او بسیار دشوار باشه هم برای خانواده هم برای متولیان فرهنگ از این جهت بحث هوش اخلاقی بسیار بحث مهم و پرکاربردی هست. در کل اگر بخوام یک تعریف مختصری از مقوله هوش اخلاقی برای شما داشته باشم هوش اخلاقی در واقع عبارت از قدرت تشخیص درست از نادرست. این که فرزند ما اه، یک اه، توان پیدا بکنه که بتونه درست در از نادرست تشخیص بده و بر اساس این تشخیص در موقعیت های مختلف در سر دو راهی ها یا چند راهی ها که قرار میگیره تکلیف و وظیفه خود را تشخیص بده و بر اساس او رفتار بکنه پس هوش اخلاقی قدرت تشخیص درست از نادرست، خوب از بد، تصمیم گیری و انتخاب بر اساس این آگاهی و رفتار بر اساس این آگاهی و انتخاب هست. چقدر خوبه و اینو که گفتید خام حفیزی چقدر خیال پدر مادرها از این بابت راحت میشه که فرزند ما فردا اگر با حوش اخلاقی تربیت شوه میتونن نقش موثرتر و مفیدتری در جامعه ایفا کنه پس لازم است که بدانیم این هوش اخلاقی چطور در فرزند من پرورش پیدا میکنه شما اشاره به واژه هوش کردین بر من سوال پیش آمد که حتما افراد باهوش هوش اخلاقی دارن یا اولادایی که خب میبینیم شاید در یک خانواده مادر احساس کنه که مثلا فلان طفل ما از همون کودکی کمی باهوشتر بوده هوشیارتر بوده یا مثلا تیزهوشتر رفتار میکرده تنها اون فرزندش هوش اخلاقی میتونه داشته باشه یا نه ربطی به میزان هوشیاری و باهوشی افراد نداره ببینید اصطلاح هوش اخلاقی در کنار دو اصطلاح دیگر هوش هیجانی و هوش شناختی آی و ای و مطرح شده و اشاره داره به همین قضیه تشخیص درست از نادرست و اخلاقیات تصمیم‌های اخلاقی انتخاب‌های اخلاقی چیزی که مشخصه اینه که انتخاب ها و تصمیم های اخلاقی ما قطعا نیاز به فکر داره نیاز به دیدن جوانه به مختلف یک تصمیم داره و در واقع اون توانمندی های ذهنی و فکری فرد میتونه کمک موثری باشه برای از که زیست اخلاقی بهتری داشته باشه <applause> ولی الزامن اینها یکی نیستن هوش اخلاقی یک امر اکتسابی هست آزمایش ها و تجربه ما هم نشان داده که دیدین نوزاد شیش ماهه وقتی در مقابل او ما احیانا ناراحت باشیم گریه کنیم اشک ما رو ببینه حالت غم و ناراحتی ما رو ببینه چهره او هم تغییر میکنه حالت چهره تغییر میکنه چه بسا گریه بکنه این یعنی که از همون کودکی این مستعد این اخلاقیات هست منتها این قضیه اخلاقیات باید در او پرورش داده بشه، تقویت بشه، نیاز داره به همراهی والدین، نیاز داره به اینکه والدین آموزش بدن بود پا به پای او از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی مراقب دورادور دور مراقبت بکنن و از دستورالعمل ها و راه هایی که گفته میشه در این بحث اوش اخلاقی استفاده بکنن و کاری بکنن که این قدرت تشخیص در او زیاد بشه بله این قدرت تشخیص رو زمانی میتونیم در فرزندان خود ایجاد بکنیم حالا چی در همون آوان طفولیت وقتی که به مکتب میره چی در زندگی مشترک که بعدها در بزرگسالی قرار است او رو تجربه کنه یا ای که ایفای نقش کنه در جامعه با عنوان نقش های متفاوتی که حالا چی در محیط کار داره چی در زندگی شخصی و غیره همه اینها برمیگرده به اینکه او در کودکی و چه میزان هوش اخلاقی را کسب کرده و تانسته که از او بحرمند بشه که همون رقم که شما گفتین هم یه این موضوع اقتصابی هست یعنی اقتصابی را حالا یکم بر ما توضیح بدید که بینندگان عزیز ما اقتصابی یعنی چه؟ اگه بینندگان خوب ما حوصله به خرج بدن و ما این بحث به پیش ببریم راهکارهایی که مطرح میکنیم با همدیگه در مورد ای که چه کار بکنیم فرزند, فرزند منصفی داشته باشیم چه اقداماتی والدین میتونن انجام بدند که فرزند نا یک فرزندی باشه که همدلی بلد بشه چه اقداماتی انجام بدیم که فرزند ما احترام به اختلاف نظرها اختلاف سلیقه ها را یاد بگیره چه راهکارهایی را در پیش بگیریم که فرزند ما بتانه در برابر وسوسه خلاف از خود خو خیشتنداری نشون بده و جلو خواسته و وسوسه خود وسوسه دل خود بگیره یا همون مهارت نگفتن را بلد, بلد باشه, وقتی این راهکارها گفته بشه رعایت همین نکات پرداختن به همین نکات میتونه ای اخلاقیات میتونه در فرزند ما تقویت بکنه مادر پدر والدین بزرگترها زمان زیادی با طفل و با نوجوان سپری میکنن این مدت زمانی که با طفل هستن به خصوص دوران قبل از مدرسه چون از دوران مدرسه به بعد باز ارتباط نقش همسالان و نقش دوستان بیشتر میشه حتی در دوران مدرسه هم باز مادر بیشترین ارتباط با فرزند داره اگر از این فرصت ارتباطی که با فرزند داره استفاده بکنه تک تک مادر و حتی پدر تصمیماتی که مادر میگیره نوع برخورده که با فرزند داره اینا همگی درس برای فرزند آها یعنی نقش داره نوع رفتار مادر در شکلی شخصیت کودک کودک به او آموزش هست... میده اینا رو سپاس از شما خانم حفیزی بزرگ با اجازه بدین که ادامه بحث بعد از یک میان برنا با شما ادامه بدیم ممنونم که امروز ما هستین برخواهیم گشت صل على محمد المصطفى خب خوش آمدین به ادامه برنامه روشنا میتونین با ما در ارتباط بشین و راجع به برنامه نظر بدین منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم از طریق پل ارتباطی برنامه که زیر نویس میشه خانمی میگفت زمانی که طفل من متولد شد همون نرسی که بالای سر ما بود تلاش میکرد که طفل من گیریه اولیه خود انجام بده و طفل من گریه نمیکرد و این نرس برای من گفت که چقدر تفلت لجباز است تعریف میکرد که زمانی که او برای من گفت که تفلت لجباز است از همون اولین دقایقی که طفل به دنیا آمده این ذهنیت برای من ایجاد شد که خب این به سمت خانواده پدریش رفته و حتما چون از اونها هم یک سری لجبازی های دیده بوده پس تفل من این لجبازی را از اونها به ارث برده اما خب یک سری مسائل دیگه هم هست صفات اخلاقی زیادی که ما احساس می کنیم که خب فرزند ما اگر پرحرف است اگر پرخاشگر است شاید به امش رفته با پدر کلانش رفته به ماماش رفته یا هر چیز دیگر در حالی که کارشناس محترم برنامه اشاره کردن که صفات اخلاقی که حالا برگرفته از همون هوش اخلاقی هست و دست است و ارسی نیست یعنی و ارث بردن نمیشه اگر شما هم جز پدر مادرهایی هستیم که باور داریم که یکی از صفات اخلاقی طفل شما و ارث رو برده شده از طرف کنم از آی فامیل با ما حتما همراه باشید راجع به این موضوع بیشتر با کارشناس محترم برنامه صحبت میکنیم خانم حفیزی گفتید که هوش اخلاقی بدست آوردنی یا اکتسابی است و ذاتی نیست بیشتر بر ما توضیح یک انسان در طول زندگی عادی خود در طول روز فراز و نشیب های رتبه می کنه به عنوان مثال فرزند ما وقتی به مدرسه پا میگذاره از روز اولی که وارد مدرسه میشه ممکنه که توجه لازم را از طرف معلم یا همسنفی های خود توجه لازم را به دست نیاره و این ممکنه برای فرزند ما سنگین باشه که چرا به میزانی که باید دوست پیدا نکردم چرا جلب توجه نکردم یا ممکنه در مورد انجام تکالیف خوب به مشکل بر بخوره انجام بعضی از تکالیف مکتب و مدرسه برای از او سخت و دشوار باشه و تا به تحمل از بین ببره اینجا فرزند ما به عنوان یک انسانی که داره زندگی کردن رو تجربه میکنه نیاز داره که صبر و تحمل و بردباری رو یاد بگیره در برابر مشکلی که پیش میایه یا نیاز داره به این که ناکامی هایی که در زندگی داره با اونها واقع بینانه برخورد بکنه اونها رو بپذیره معیوس نشه برای این خصلت ها از شکم مادر ما با این خصلت ها متولد نمیشیم پا به دنیا دلوقتي نمیگذاریم دلوقتي بله 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 دقیقا ما از موقعی که به دنیا میاییم صبر را نیاموختیم باید صبر کردن را یاد بگیریم ما باید رفتار منصفانه با آدم های دیگر قضاوت منصفانه در برابر همسنفیها ها هم همکاران دوستان خود را باید به مرور یاد بگیریم ای که گفتم هوش اخلاقی اکتسابی هست یعنی همین که باید به کمک والدین یک جریانی شروع بشه در تربیت طفل که طفل بتونه یاد بگیره چگونه صبور باشه صبوری کردن را به مرور یاد بگیره مهربانی کردن را به مرور یاد بگیره ببینید هفت خسل شیش هفت خصلت هست که اینها رو تا این خصلت هایی که عناصر هوش اخلاقی را تشکیل میده میدونن مهربانی کردن احترام به دیگری وجدان اخلاقی خیشتنداری همدلی کردن انصاف داشتن اینها مهمترین پایاهای اخلاقی هستند که اگر یک فرد اینها رو یاد بگیره بتونه این رفتار منصفانه مهر، مهرورزی در قبال دیگران احترام به دیگران را اگه بتونه یاد بگیره و به اجرا بگذاره در طول زندگی فردی شغلی خانوادگی خود میتوانه یک ارتباط سالم ر تجربه بکنه خب اینا یاد گرفتنی هست و به کمک والدین باید این یادگیری از همون طفولیت آغاز, آغاز بشه. بشه حالا این نکته ای که شما گفتید که بعضی معتقدند که مثلا فرزند ما به کاکا یا ماما یا والدین خود رفته و عجول هست م. یا فردی هست که پرخاشگره یا فردی هست که مهربانه و این مهربانی و عج، عجول بودن یا پرخاشگریر از از طریق ارث تحصیل و کسب کرده این نکتر ما نمیتونیم نادیده بگیریم که خصوصیات وراثتی روی ما اثر میگذارن رو رفتار ما اثر میگذارن قطعا نه. ولی تماما وراثت تعیین کننده نیست. نیست و ما میتونیم به عنوان مثال فردی که فرزندی که از پدر و مادری به دنیا آمده که این پدر و مادر اشخاص آرامیان به لحاظ روحی روانی استرس ندارن آدمای های مزترب و حتی پرخوشگر نیستن آرامن شخصیت ریلکس و آرامی دارن خب این تاثیر میگذاره در اینکه فرزند نام به اون شکل باشه این فرزند اگر بخواد آرامش را در زندگی یاد بگیره برای از آسانتر هست تا اون بچه‌ای که در خانواده ای به دنیا میاد که نسل در نسل آدمای پر استرسی بودن یا پرخاشگر بودن و این ویژگی های وراستی روی این فرد اثر گذاشته ام. کار برای اون طفل دوم سخت میشه اما ناممکن نیست ام یعنی قابل تغییر هست اون صفت بله. که هست چون معمولا ام. ما اگر صفت خوبی را سراغ داشته باشیم نمیگیم که ام. با ما ما و اما و خالش رفت ام. میگیم با خود ما رفت دارم. صفات بد را قابل ارث و یا با ارث برده از طرف خانواده میدانه که خب همون رقم که شما گفتین قابل تغییر هست بله حتی بله. اگر یک صفتی هم از طریق ژن ها به ارث رفته باشه میتونیم که او را تغییر بدیم ادامه م. بحث میشن میشنویم از شما اه... در ارتباط با این نکته که شما گفتید والدین در اکتسابی ای در به دست آوردن این خصلت ها تاثیر گذار هستند همین نکته خدمت شما عرض کنم یک صحبت شد که مادر بیشترین زمان با طفل سپری میکنه با, با کودک و نوجوان بیشترین ارتباط مادر داره ببینید مادر مادر میتونه از اخم و لبخند خو یعنی اخم و لبخند مادر در برابر رفتار فرزند میتونه درس آموز باشه برای فرزند <applause> به عنوان مثال طفلی که در خانه احترام به حریم خصوصی خواهر برادر خود رو رعایت نکرده یا <applause> طفلی <applause> که پرخاشگری کرده در نسبت به دوستان یا خواهر برادرها مادر این رفتار رو میبینه بعضی از مادرها وقتی بعضی از رفتارهای فرزندار رو میبینن که برای اینا جذابه مثلا تفلی که تازه به سخن گفتن شروع کرده تازه شروع کرده به راه رفتن تازه سری در سرها در آورده بله بلند کرده بعضی از رفتارهای برای بزرگترها برای والدین جذاب میخندن در برابر او رفتار خوش میشن میخندن حتی اگه او رفتار رفتار اشتباهی باشه امه. مثلا طفل حرف زشتی زده بزرگترها چون این لفظ را به شکل زیبا و جذابی گفته میپسندن میخندن این خنده و لبخند مادر تعییدی میشه برای اینکه این که ای کار تو درسته امه. پس همو اخم لبخن یک چراغ راهنماست برات چراغ راهنماست آموزش میده به فرزند که درست چیه نادرست چیه بلی. این روایتی که میگه به غیر زبانهای خودتون مردم رو به راه راست دعوت بکنید مصداق عینی و کامل میتونه مادری کردن باشه بلی. یک مادر لزومی نداره روی منبر بره و سخنرانی بکنه راجع به درست و نادرست برای فرزندان خود رفتار میتونه آموزشگاه باشه برای رفتار درست یا نادرست <applause> وقتی یک رفتار نادرست مادر از فرزند میبینه اخم میکنه ای اخم یعنی تو اشتباه کردی حواست باشه یا وقتی یک رفتار درست میبینه مادر لبخند میزنه به خصوص در سنین پایین که بچه ها اه، 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 کشت مرده اه، اه، در واقع توجه و تحسین بزرگترها و والدین هستن خب وقتی مادر او تایید کنه تحسین بکنه بزرگترین حمایت میتونه بزرگترین آموزش میتونه باشه ضمن اینکه نه تنها اخم و لبخند مادر و رفتار مادر تأثیر گذار هست مادر میتونه در واقع تحلیل اخلاقی رم به فرزند خو یاد بده این تحلیل اخلاقی یعنی چی؟ این رو از این خیلی تأکید دارم مهم. که خیلی مؤثر هست ما میتونیم به بچه ها از سنین پایین یاد بدیم با اونا گفتگو بکنیم از طریق گفتگو اونها به فکر واداریم ذهن نار به چالش بکشیم راجع به کارها و تصمیماتی که میگیرن راجع به تصمیماتی میگیرن انتخاب هایی که میکنن و کارهایی که انجام یعنی میدن یعنی گفتگو کردن راجع به تصمیمات نا رفتارهای نا و وادار کردن بچه ها به این که فکر کنن راجع به کاری که انجام دادن و درست و نادرست خود بچه تشخیص بده میشه یک مثال برای ما بگین تا دارش؟ ایر به مرور که ما شروع بکنیم این چند خصلت عناصر هوش اخلاقی رو که توضیح بدیم و راهکارهایی که بگیم بیشتر جا میفته ولی به عنوان مثال حالا شما که خواستید اینجا گفته بشه ببینید یک مواقع اتفاق میفته که فرزند ما بدون اجازه رفته سر وقت کمد لوازم و تحریر خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچکتر و بدون اجازه او به لوازم او دست زده و اونها به آسیب زده به هم رخته اینها خب کار نادرستی است که بدون اجازه دست به او وسایل بزنه ما یک وقت میتونیم شروع بکنیم به داد و بیداد کردن که چرا این کار انجام داده یک وقت مادر میتونه یک موقعیتی که فرزند آرامش داره تمام نیازهای تأمینه یعنی گرسنه نیست تشنه نیست خواب کافی شده خواب کافی شده حواسی به دنبال تفریح و اینام نیست فرصت خالی داره آماده برای شنیدن و گفتگو هست از این فرصت ها مادر میتونه استفاده کنه و همچنین پدر با او شروع کنه به صحبت کردن اه. به نظر تو آدم وقتی تو موقعی که یک کسی بدون اجازه تو دست به وسایل تو میزنه و اونها به اون آسیب میزنه تو چه حسی پیدا میکنی؟ از این کار خوشحال میشی یا ناراحت میشی؟ به نظر تو خواهرت یا برادرت چه حسی پیدا کرد وقتی که تو بدون اجازه به وسایل دست زدی این باعث میشه که بیشتر درک کنم موقعیتی را که بله. خواهر یا برادرش رو در اون قرار داده خوب و طبیعی است که میتونم عواقب او رو هم بسنجه و شاید خودداری کنم به صورت آگاهانه از انجام دوباره اون کار بله بله. سپاس از صحبت های بسیار ارزشمندی که در برنامه امروز دارین برخواهیم گشت با ما همچنان همراه باشید صل على محمد المصطفى سیدم به بخش پایانی برنامه امروز روشنا راجع به هوش اخلاقی با هم صحبت میکردیم همه ی ما و شما از فرزندان تحصیل کرده خود که حالا دانشگاه رفتن درس خواندن به مکتب درس خواندن همیشه اول نمره بودن و نمرات بالا میگرفتن انتظار داریم که در زندگی خود مسائلی را با، که با او روبرو میشن چالش هایی را که با او روبرو میشن به نحو احسن حل کنن اما متاسفانه می‌بینیم که چنین نیست و خب همون شاگردی که در مکتب در دانشگاه همیشه نمرات بالا میگرفته مسائل ریاضی را خیلی خوب حل میکرده با بهترین نمره قبول میشده در زندگی شخصی خود توانایی حل مسائل مختلف را نداره و همه اینها برمیگرده به هوش اخلاقی و ای که او طرف هوش اخلاقی را یاد نگرفته در مدرسه شاید بتانه مسائل پیچیده ریاضی را حل کنه اما از نظر اخلاقی به اون مهارت لازم نرسیده به این دلیل که هوش اخلاقی لازم برای او آموزش دادن نشده به این دلیل قرار است در این بخش از برنامه راجع به اهمیت هوش اخلاقی با هم صحبت کنیم همراه با کارشناس محترم برنامه خانم حفیزی از اهمیت هوش اخلاقی بر ما بگین اه بله اه ببینید مسئله تربیت اخلاقی و کلا مقوله اخلاق در طول تاریخ برای بشر یک مسئله همیشه مهم بوده هم. جزء مسائل عمده فرهنگ بشری بوده در آینده هم چنین خواهد بود ما مهمترین هدف بعثت انبیار در ادیان آسمانی همین مسئله رشد و تقویت مکارم اخلاق دیدیم که عنوان کردن خیلی از جنگ ها خیلی از نزاع ها اختلاف ها در بدری ها آوارگی ها ناشی از نبود رشد اخلاقی در میان جوامع هست ولذا اخلاق یک مقوله بسیار مهم برای زندگی بشره اما برای ما و شمایی که در این زمان از زندگی میکنیم چه اهمیت میتونه داشته باشه در زمان ما یک سری تغییرات فرهنگی اجتماعی به وجود آمده ما در این زمان یک سری عوامل اجتماعی که همیشه در طول تاریخ کمک میکردن به تقویت اخلاق در بیان جوامع او عوامل اجتماعی رو میبینیم به سمت فروپاشی رفتن تضعیف شدن و تضعیف او عوامل باعث شده که فضای رشد اخلاقی نسل نو در جهان ما مسموم و سمی بشه خب ما چه کنیم؟ ما که نمیتوانیم بین فرزند خود و بین این فضا یک دیوار نامرئی بکشیم ما که نمیتونیم مانع حضور فرزند خود در فضای کلان اجتماعی بشیم او هم در این عصر چه باید کرد؟ بهترین راهکار اینه که ما در خود فرزند خود اون قوه تشخیص درست از نادرست در تقویت طبیعت. بکنیم ممشن. به طوری که فرزند ما در موقعیت های مختلفی که قرار میگیره که حتی انتخاب اخلاقی برای از او سخت هسته به کمک این رشدی که داشته از بعد تربیت اخلاقی بتونه خود تشخیص بده درست چه نادرست چه مثلا یکی از هوش اخلاقی وجدان اخلاقی هست وقتی ما وجدان قوه وجدان را یعنی اون چراغ قرمزی که هر وقت آدم سمت خطا میره روشن میشه صدا میده و میگه تو داری به سمت خطا نزدیک میشی اگه اون قوه رو در فرزند خود تقویت بکنیم نیازی نیست که ما نظارت صد درصدی حد اکثری بر فرزند خود داشته باشیم هر جا میره چک کنیم هر چی میگه چک کنیم با هر ارتباط برقرار میکنه نیازی به اون نیست خود فرزند خود به لازه اخلاقی تقویت بکنیم به لازه رفتاری خود او تشخیص بده درست چیه نادرست چی یعنی حالا به وسیله هوش اخلاقی شاه کلید مهارت های حل مسئله را به اختیارش قرار دقیقا. میده. دقیقا این توان را پیدا میکنه بزرگ بهترین فضای تربیتی هم در واقع همین هست که ما اون آزادی کلی رو به فرزند به فرد بدیم راه رو هم به اون نشون بدیم مهارت ها رو هم به او بدیم بعد خود تشخیص بده در این مسیر درست چیه نادرست چیه هست یک نوع رشد یک نوع رشد پویا فرزند ما با لحاظ اخلاقی خواهد داشت به این ترتیب حالا مسئله اینه که اون عوامل اجتماعی که در گذشته وجود داشته و حالا فرو پاشیده و باعث تضعیف اخلاق شده چیا میتونن باشن؟ یکی از اون عوامل میتونه نظارت بزرگترها بر کوچکترها باشه در گذشته نظارت افراد بزرگسال فامیل بر کودکان و نوجوانان بیشتر بود <applause> حالا به دلیل تغییرات اجتماعی که به وجود آمده این نظارت خیلی کم شده حالا در جوامع توسعه یافته بیشتر کم شده در جوامع ما که حالت سنتی تر داریم این کماکان این نظارت وجود داره در گذشته خانواده فرم و قالب خانواده خانواده گسترده بود مهم. یعنی پدر و مادر و فرزندان به تنهایی زیر یک سقف زندگی نمی کردن. امه. به همراه پدر و مادر و فرزندان پدر کلان، مادر کلان چه بسا کاکاها، امه ها هم در یک به قول ما حولی زندگی می کردن و این باعث می شد که بزرگترها امکان نظارت بیشتری بر رفتار کوچکترها داشته باشند و مدام رفتار رو تصحیح کنن <تصحیح> چگونه تصحیح کنن یا با همون اخم یا با همون لبخند یا با همون سرتکان دادن یا از طریق نصیحت کردن گفتگو کردن قصه گفتن هم دور هم نشینی های شبانه و روزانه این نظارت وجود داشت به عبارتی فرزند در اون خانواده گسترده از نعمت نصیحت بزرگترها و توجه بزرگترها بیشتر بهره بود و تعداد الگوهای بیشتری هم داشت دقیقا. حالا اگر مثلا در یک خانواده کوچک که متشکل از پدر و مادر ام. و فرزندان ام. هست شاید فقط الگوها پدر و مادر باشن در حالی که در خانواده های گسترده سنتی افغانی ما میبینیم که به غیر از پدر و مادر ام. پدر کلان مادر کلان کاکا اما و حالا زن کاکا یا مثلا اشخاص دیگهی که بزرگتر از او هستن هم میتونن الگو باشن برای او. میتونن باشن به دقیقاً در حال حاضر فرم خانواده از حالت گسترده به حالت هسته ای تغییر کرده یعنی پدر و مادر و فرزندان با هم تنها زیر یک سقف زندگی میکنن دیگه پدر کلان و مادر کلان خبری نیست یا ماما و کاکا هر کس به یک شهر و یک کشوری مهاجرت کرده تحرک اجتماعی بالا رفته خب در شرایط فعلی چه بسا خیلی از خانواده ها مادر و پدر شاغل هستند و در طول روز در منزل نیستند و این کودک یا نوجوان تنها در این چهار دیواری به سر میبره اینجاست که نقش هوش اخلاقی یا همون شاه کلید حل مسئله دیگه پررنگ پر میشه, میشه و جای الگو جای گذین او الگوهای فردی میشه که قبلا در خانواده های وجود داشته و باز یک،, یک،, مسئله دیگری هم که در همین زمینه وجود داره شما ببینید با توجه به رشد تکنولوژی ارتباطات امروزه فرزندان ما امکان پیدا کردن که از سنین خیلی پایین با یک گوشی موبایل یا با یک تبلت سر و کار داشته باشن و از طریق جریان جهانی اینترنت به هر نقطه و هر منبعی دسترسی پیدا بکنن باید. ارتباطات گسترده رو رقم بزنن خب در چنین فضایی در گذشته خیلی کنترل راحت تر بود والدین میتونستن چک بکنن که فرزندنا کجا میره با کی میشینه از چه خوراک فرهنگی تقضیه میکنه ولی فرزند ما الان ساعتها کنار ما در منزل نشسته خیال ما راحت که این کنار ماست آسیبی شامل حال نمیشه ولی از طریق این گوشی ما نمیتونیم خیلی کنترل داشته باشیم که این چه محتوای فرهنگی فکری داره تقضیه میکنه از طریق این گوشی این نظارت کم شده یکی از عواملی که تضعیف کرده اخلاق برای سمی کرده فضای رشد اخلاقی همین قضیه هست قضیه دیگر همون بحث الگوهای اخلاقی است که شما مطرح کردید در گذشته الگوهای اخلاقی وجود داشتند به عنوان مرجع های اخلاقی وجود داشتند فرد با نگاه کردن به اونها میتونست خود را ایار کنه با رفتار درست یا نادرست به عنوان مثال در گذشته بزرگ خانواده یا بزرگ قوم یا یک مرشدی یک فردی که در فامیل خود روی, روی رفتار خود کار کرده بوده و به لحاظ اخلاقی خلقیات خوبی داشته صفات و سجایای خوبی داشته اون می شده محور و الگو برای اعضای خانواده امه. یا اون منطقه و بزرگ و کوچک به اون نگاه میکردن از اون الگو میگرفتن امروزه الگوهای اخلاقی فرزندان ما کیا هستن؟ این سوال مهمی از خود بپرسیم نه. مادر پدر به عنوان مادر پدر بنشینیم در خلوت خود از خود بپرسیم الگوهای اخلاقی که برای فرزندم جذاب باشه الان کیا هستن؟ برای کودکان اه کاراکترهای کارتونی امه. تلویزیونی بله. الگوهای اونا هستن امه. برای نوجوانان و جوانان سلبریتی ها ستاره های سینما و ورزش امه. اینا میشن الگوها برای نسل جوان و نوجوان ما کمتر از یک دقیقه فرصت مخاندس. بله درست خب آیا واقعا از در واقع زندگی سلبریتی ها امروز به خدا, خدا رو شکر به کمک فضای اینترنت زندگی اونها و کم و کیف زندگی اونها در فضای مجازی ایان هست برای همه نگاه بکنیم به این زندگی ها بله نگاه کنیم به این زندگی ها آیا اینها شایستگی الگوی اخلاقی بودن برای فرزندان ما را دارن یا ندارن نمیخوایم بگیم که هیچ کدوم صلاحیت و این صلاحیت الگو بودن را ندارن ولی خب خیلی از اینها با مشکلات عدیده ای که هر انسانی روبرو هست اونام روبرو هستن دست و پنجه نرم میکنن و در حد نیستن که بتونن الگوی اخلاقی فرزندان ما بشن لذا فرزندان ما در نسل امروز در یک فقر از ایلهاز به سر میبرن امه. این هم باعث شده که جو رشد اخلاقی ضعیف بشه بله. فرصت داریم ادامه بدیم فرصت ما کم است و انشالله در برنامه های آینده بیشتر به این موضوع میپردازیم سپاسگزاریم از حضور گرمتان در برنامه امروز و همچنین از همراهی شما بینندگان ارجمند فراموش نکنیم که بزرگترین سرمایه که میتونیم برای فرزندان خود صرف کنیم زمان است التماس دعا اللهم صلی محمد و بدید آل اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه